راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه از دکتر ناصر انقطاع. ای خطه ایران مهین، ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشت به مهر تو عجین جان و تن من. دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من. بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ که نگریان کسی را سخن من. آنگاه نویسند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من، Thank you.
امروز همی گویم با مهنت بسیار، درد آو و دریغا وطن من، درد آو و دریغا وطن من. ای خطه ایران مهین وطن من، ای خطه ایران مهین وطن من، ای گشت به مهر تو عجیب جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم ای با گل و لاله و سر و سمن من، درد آو و دریغا
امروز هم میگویم با مهنت بسیار به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به هم میهنان ارجمند و به پا خواسته در دل ایران و در درون ایران که از هر گوشه آوای اعتراض زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و استاد، کارگر و کارمند بلند و بلندتر شده است، برنامه امروز را که 26 نوامبر 2016 ترسایی است با همکاری دوست بسیار ارجمندم فرزان که کارهای دقیق و دلانگیز او رو در سراسر برنامه میشنوید می آغازم. باز آذر ماه رسید و خاطره یکم آذر 1377 در ذهنها زنده شد و داستان قتل‌های زنجیره‌ای از سوی عوامل حکومت آخوندی بر خاطره‌ها سایه افکند. به ویژه قتل داریوش فروهر، پروانه فروهر همسر او، داغ دل هر میهن دوستی را و عاشقان ایران را زنده کرد. شما در سراسر تاریخ هرگز به یاد ندارید که عوامل یک حکومت که به موجب سنت و قوانین و وظایف ملی یک حکومت وظیفه دار حفظ امنیت و آسایش و ایمنی مردم باشند، به جای انجام این وظیفه خود به خانه مردی دلاور و زنی دردمند بروند و آنها را دشن آزین کنند. پروانه و داریوش فروهر را میگن. این جنایت بیمانند نیز از سوی آدم کشان یک رژیم آدم کش به وقوع پیوست و خامنه ای با نهایت وقاحت، یعنی با نهایت وقاحت آخوندی میگوید فروهرها دشمن ما بودند، ولی دشمنی کاملا بی آزار، هیچ آزاری به ما نداشتن. بله بی آزار، ولی او را عوامل وزارت اطلاعات کشتن. مردک تو چه کاره ای پس؟ ای ملای وقی، آیا رژیم زیر رهبری تو کسی را محاکمه و بر این جرم سنگین اعدام کرد؟ آیا خون دیگر قلم به دستان چون پوینده، زارزایه زاده و دیگران که به دست اینها کشته شدند پایبال نشد؟ آیا در دیگر دادگاه های شما حتی یک مورد یک جانی دولتی و حکومتی مجازات شد؟ فقط آن اسلامی واجبی خور بود که اون هم به دلیل آنکه در بازجویی گفته بود من به دستور
مستقیم آیت الله خامنه ای این کار رو کردن. من سر خود این کار رو نکردم. هنگامی که بازجو به او یادآوری میکند که این چه حرفی است تو میزنی؟ میدانی که به قیمت جانت تمام میشود؟ پاسخ داد: من میدانم چه میگویم. من به دستور ایشان این کار را کردم. همونطور که خلخالی آدم کشی ها رو گفت، من مستقیما به دستور خمینی کردم. ولی اون کفتار انقدر وقیه بود که بله آقای خلخالی هر کاری کرد درست بود. میبینید که وقاحت اینها تا چه پایه است که حالا امروز آقای خامنه ای حاشا میکنه. به هر روی هم میهنان، خون فروهرها میجوشد. فراموش نکنید که ملت فراموش نمی کند تا این دستاربندان فقیه را در خون خود غرق کند. این فرمان تاریخ است و دگرگون نخواهد شد. سینه سوز است هنوز، سینه سوز است هنوز، یاد خونین نبردی که گذشت. سینه سوز است هنوز، یاد خونین نبردی که گذشت. ناله ها پر شد در سینه کوه، شیه ها گم شد در خلوت دشت. یارا همه نامردی و نامردی و ننگ، همه نامردی و نامردی و ننگ. صحنه جولان گه رزم دو هماورد نبود، جنگ جنگ دو جوان مرد نبود. یا را جنگ جنگ دو جوان مرد نبود. یارا آغشته به خون، تنم آغشته به خون، خون از این سینه ویران شده دیگرگون، تنم آغشته به خون، خون از این سینه ویران شده دیگرگون. کوله بارم بر پشت، چوب پرچم در مشت، من بدین گونه
نمی خواهم مرگ، من بدین گونه نمی خواهم زیست. وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به طرف وطنم ایران. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم تو آفتابی، وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من، ای مهر تو. آفرین بر شما فرزان، ترانه بسیار زیبایی رو برگزیدی، شعر سیاوش کسرایی، شادروان سیاوش کسرایی، و آواز سالار عقیلی که بسیار زیبا خوند و دقیقاً انگوش گذاشت روی اون نامردی اینها که دو جوان مرد و یک ایل، ایلی که مثل شمر ریخته بودن اونجا. و جالب اینجاست وقتی که جنایت خودشون رو انجام دادن،
گفتند که ما رمزون بود، گفتن روزه شما قبول. آدم کشته بودن، گفتن روزه شما قبول. اینها اینا چیه؟ من نمیدونم چه جونه برای هستن، از کجا میان. به هر حال میریم به دنباله برنامه. چیستان ها آن چیست؟ قبای زرد در بر دارد. آن چیست؟ قبای زرد در بر دارد. تلخ است ولی طعم چو شکر دارد. زرد است و معطر است کاید به مشام، اندام ظریف چون صنوبر دارد. اون چیه؟ من این یکی دوتا شنونده اومدن رو خط پشت با اونها سخن گفتم، این بود که دوباره این چیستان رو تکرار میکنم. آن چیست؟ قبای زرد در بر دارد، تلخ است ولی طعم چو شکر دارد. زرد است و معطر است کاید به مشام، اندام ظریف چون سنوبر دارد. بحث سیاسی ما.
همیانان ارجمند، چند ماهی است که آخوند خامنه ای به سختی بر طبل مخالفت با آمریکا میکوبد و او را دروغگو، غیر قابل اعتماد و نادرست میخواند، در حالی که کشورهای پیشرفته گیتی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای جهان مانند چین و برزیل سالها و سالهاست که با آمریکا روابط تجارتی، سیاسی و فرهنگی دارند و همگی از این روابط راضی هستند. به دنبال خامنه ای و بیهوده سرایی های او، سپاه پاسداران نیز برخی از امام سران بیکاره نماز جمعه ها هم به دنبال آنها کوس مخالفت با آمریکا را می نوازند. پرسش این نیست که رئیس جمهور آمریکا چه کسی می باید بود، زیرا این آوای مخالف از یک سال پیش روز به روز از سوی خامنه ای و پیرامونیانش بلند و بلندتر شد تا به امروز رسید. پرسش ما از این کسان آن است که چه منطق و حسابی پشت این سیاست است که چنین سرسختانه در دشمنی با آمریکا میکوشند. این دشمنی برای ما با این اقتصاد ورشکسته که توان انجام هیچ برنامه اقتصادی را نداریم چقدر تمام می شود که اقتصادمان بتواند تحمل هزینه چنین جنگ سردی را با آمریکا بدهد؟ آمریکایی که برای تقریبا بیش از 30% کشورهای جهان کمک های نقدی هنگفت مجانی میدهد و تا کی ما قدرت اون رو داریم که با این اقتصاد ناتوان هزینه این کشاکش سرد اقتصادی بیهوده را دنبال کنیم که چه بشود؟ آیا اولویت های مهمتر از مبارزه پوچ و بی محتوا با آمریکا برای جمهوری ملاها وجود ندارد؟ آیا هر کشوری که با آمریکا مبارزه می کند و شاخ شانه بی مخته را بی پشتوانه را بپذیرد الزاماً مفهوم آن است که سلطه آمریکا را پذیرفته؟ مفهوم معامله با آمریکا یعنی پذیرفتن سلطه آمریکا؟ مثلا آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، دانمارک، چین، برزیل، آیا همه اینها مقاومت ما در برابر آمریکا را مثبت نشان می‌دهد که به نظر همه کارشناسان گیتی مسخره و مبارزه فیل و موش است؟ تازه پرسش دوم مطرح می‌شود که تا چه زمانی این زورآزمایی تخیلی ادامه خواهد داشت؟ دیگر این که آیا ما توان بردن بار این جنگ سرد رو داریم؟ یعنی ما که من میگم این جمهوری رو میگم، ملت ایران که سر جنگ با کسی نداره، یا نه؟ سوم این که آیا مفهوم همکاری اقتصادی الزاماً زیر چکمه آمریکا رفتنه؟ اگه پاسخ مثبته و معنای آن این است که همه کشورهای جهان به جز یکی دو کشور نوکر آمریکا هستند، مثلا چین و روسیه و هند و برزیل و فرانسه همه کشورهای بزرگ گیتی هستند و همه بهترین روابط با آمریکا دارند، از مستعمرات آمریکا هستند، آیا این ادعا آن هم از سوی رژیمی که بیشتر کارشناسان اقتصادی آن اذعان دارند که رژیم ملاها در آستانه ورشکستگی است؟ همین هفته پیش بود که رئیس بانک ملی گفت باور کنید که ما در آستانه ورشکستگی هستیم. آیا این یک توپ توخالی مسخره، چیز دیگری نیست؟
من نه مرعوب قدرت آمریکا هستم، زیرا آن کشور را یک کشور متجاوز بیهوده نمیدانم و نه منکر ضرورت انسانی پیوندهای اقتصادی با آمریکا هستم، زیرا به حرکت در آمدن چرخهای اقتصادی کشورها مانند سرزمین ما که فقر چرخهای اقتصادی آن را از کار انداخته، می تواند از همین روابط، از همین روابط سودگیر کارگران گرسنه ایرانی را که غذای آنها نان خشک و رب گوجه فرنگی است به نان و نوایی برساند تا قدرت مبارزه با مفخورهای دستاربند و قداربند چماقدار را پیدا کنند، وگرنه تا بیکاری بیداد میکند و مردم گرسنه هستند، رژیم میتواند بدون اینکه هیچ کس قدرت مبارزه با او را داشته باشد چماقداران خود را بر سر آنها مسلط کند. در پایان گوشه ای از سخنان آخوند موحدی کرمانی را براتون میگم تا میزان شعور اینها را پی ببرید. این سخنان دقیقا از روی نوار شخصا پیاده کردم و برایتان پخش میکنم تا ببینید مبارزه از نظر آخوند یعنی چه و اینگونه میخواهد اقتصاد، ورزش، بهداشت و شعور و رفاه ملت را تأمین کنم. موحدی کرمانی میگوید دقت کنید، باید فضای مسابقه کره جنوبی و ایران درست مانند شب عاشورا کربلایی باشد. مسابقه باید کربلایی باشد، 100% عاشورایی باشد. باید سراسر استادیوم را سیاه پوشی کنید، باید تمام درها و دیوارها و فضای استادیوم سیاه پوش باشد و فریاد یا حسین از میان جمعیت بلند شود. موحدی کرمانی میگوید به عوض هر گلی که در این مسابقه زده می شود همه مردم فریاد بزنن یا حسین یا حسین یا حسین. گلو کی زده؟ چقدر اینها بیشعورن. بله، این گونه باید با آمریکا مبارزه کرد. آیا همه چیز درست می شود؟ نان ما، آب ما، بهداشت ما، ورزش ما و و و. این است منطق آخوند.
صدای پرشین رادیو است، رادیوی 24 ساعته در سراسر جهان.
Persian Radio. این چامه دلنگیز رو حدود یک سال پیش در همین برنامه خوندم. اینقدر زیباست که آدم باز بشنوه باز خسته نمیشه. از سیمین بهبهانی است. خوب دقت کنید چقدر تشبیهات، چقدر استعارات زیبا، شاعرانه، لطیف و به اصطلاح میتونم بگم زنانه است که آدم وقتی میخونه حیرت میکنه که اینقدر زیبا این واژه ها رو در کنار هم این زن چیده. روانش شاد باش. ستاره دیده فرو بست و ستاره دیده فرو بست و آرمید. بیا ستاره دیده فرو بست و آرمید. بیا شراب نور به رگ‌های شب دوید. بیا ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت. ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت. گل سپیده شکفت و سحر دمید. بیا نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت. نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت. کنون که دست سحر دانه دانه چید. بیا به گام های کسان میبرم گمان که تویی. به گام های کسان میبرم گمان که تویی. دلم ز سینه برون شد ز بس تپید. بیا شهاب یاد تو، شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خط زر کشید. بیا به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار.
به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار، به هوش باش که هنگام آن رسید. بیا امید خاطر سیمین دل شکسته تویی، امید خاطر سیمین دل شکسته تویی، مرا مخواه از این بیش ناامید، بیا مرا مخواه از این پیش ناامید، بیا منم بابک، مردی به استواری کوه سبلان، در هفته پیش به اونجا رسیدیم که بابک با گرد آوردن نزدیک به 500,000 هوادار ناگهان شبیخون عظیمی زد، شهر بزر رو تصرف کرد، بسیاری از اونها رو کشت و خبر به مأمون رسید. مأمون دستور برپایی مهمانی جلسه‌ای داد، نشستی داد و موقعی که همه اومدن گفت من تا امروز به تک و تاخت او این جوان خیره سر چندان نگرشی نداشتم و سرکوبی او را به فرمانداران محلی سپرده بودم، ولی گمان میکنم که او بیش از اندازه گستاخ شده است. بر این پایه شکیبایی را شایسته نمیبینم و باید یک باره برای همیشه او را ادب کرد. به همین انگیزه شما را به اینجا فرا خواندم تا در برنامه ریزی برای سرکوبی او ضمن پرداخت هزینه کمتر با بهره بیشتر به گفتگو بنشینی و پیشنهادهایتان را بشنوی. عیسی فرزند محمد، فرزند خالد که یکی از سرداران سنگدل و خونریز تازی بود که در بسیاری از جنگ ها پیروزمندانه از میدان بیرون آمده بود، پروانه سخن گفتن خواست و گفت اگر 2 سال پیش که این جوان بیدین شهر بز را زیر سم اسبان خود گرفت او را تا درون زیستگاهش دنبال می کردیم، ریشه او را از من بر می انداختیم و امروز خاطر مبارک امیرالمومنین آزرده نبود. حضرت خلیفه می دانند که شهر بز در بلندی بنا شده و تصرف آن به یک رشته آگاهی های سپاهیگری و برنامه ریزی جنگی نیاز دارد و بایست در همه آغاز تصرف شهر می دانستیم که نیروی این شهر را چگونه تصرف کنیم و این یک نیروی نامنظم نیست و تصرف شهر با کارایی شایستهی انجام گرفته. بر این پایه نمی بایست آن را ساده می گرفتیم. تنها
دلمان به این پس گرفتن خوش می شد، که آن هم به نظر من بسیار زیرکانه بابک واپس نشست تا خیال ما را آسوده کنم. بدبختانه هنگامی که او پس از گریختن از شهر چون شغال به درون کوه و در پناه برد و گروه چند صد نفری سربازان ما را در دامنه کوه تارمار کرد، به این اندیشه نیفتادیم که او در درون غارها و تنگه ها پایگاه دارد و وی را رها کردیم و به شبیخون‌های ریز و درشت وی نیز در این یکی دو سه سال نگرشی نداشتیم. و امروز ناگهان می‌شنویم که این زندیق دامنه دستاندازی خود را به دورترها کشانیده است. عیسی سپس گفت: من بر این باورم که بیدرنگ سپاهی گران به آن سوی بفرستی و او را تا واپسین سنگرش دنبال کنی و برای همیشه از شر او آسوده شوی. یحیی فرزند معاص سردار خونریز دیگر تازی پس از عیسی رشته سخن را به دست گرفت و گفت: سازمان جنگی این مزدکی چندان گسترده و نیرومند نیست. انگیزه گستاخی او نخست آسانگیری های ما و دوم گرایش مردم به سوی اوست. او توانسته بسیاری از مردم را بفریبد و با خود همداستان سازد. بر این پایه باید با سودگیری از نمازهای آدینه و یا سفارش‌های مفتیان به دین پژوهش‌ها و با ایراد سخنانی بر سر منبر مردم را از همکاری با بابک پرهیزاند. نخست یک رشته تبلیغات علیه بابک و مردمانش انجام دهیم، سپس بر سرش بتازیم و دستگاه جنگیش را از هم بپاشی. مأمون که با موشکافی به سخنان سرداران برجسته خود گوش می داد گفت: از اینکه چه باید می کردیم و نکردیم و از اینکه در یک برنامه زیر دراز مدت چه باید بکنیم خیلی سخن گفتیم و از این سخن گفتن کاری ساخته نیست. دشواری آسان نمی گردن. همکنون باید بیدرنگ دست به کار شویم و کار را یک سره کنیم، زیرا تا ما بخواهیم به نمازهای آدینه به دین پژوهان و فقیهان بپردازیم، او نیرومندتر و نیرومندتر خواهد شد و کار ما را دشوارتر خواهد کرد. سردار دیگر تازی احمد فرزند جنید اسکافی سخنان مأمون را دنبال کرد و گفت: همانطوری که امیرالمؤمنین گفتند بیدرنگ باید دست به کار شد و همزمان با فروکوفتن این سرکش توی مغز دست به یک رشته تبلیغات مردم پسند بر ضد او و روش او زد تا پس از وی دوباره دوچار چنین دشواری نشوی. چون اگر به سختی وی را بکوبیم و نیروهایش را تارمار کنیم دیگر نیازی به سودگیری از نمازهای آدینه نیست. تنها باید به نویسندگان و تاریخ نویسان گفت که هرچه بیشتر جنبش بابک و خرمدینان را به لجن بکشند تا دیگر کسی به این روش نگرود. دو سه تن دیگر از رایزنان و سرداران هر یک در زمینه‌های گوناگون ستیز با بابک سخن گفتند و سرانجام مأمون رشته سخن را به دست گرفت و گفت: ما بران شده ایم که در همین دو سه روز سپاهی گران به سوی آذرآبادگان گسیل داریم و کار این جوان خامندیش را یکسره کنیم. من یحیی فرزند معاذ را به فرماندهی سپاه یاد شده بر می گذینم
زیرا گذشته از اینکه سرداری آزموده است، خود نیز بر این باور است که میتوان به سادگی بابک را شکست داد. او خود میداند که پس از هر گام واپس نشاندن بابک، چگونه با سودگیری از سخنگویان دینی دست به یک رشته تبلیغات علیه بابک بزند و مردم را روشن کند. من به فرمانداران خیش در شهرهای آذرآبادگان دستورهای شایسته را در این زمینه خواهم داد. ابن قتیبه در کتاب المعارف می نویسد در سال 2003 هجری قمری چون مأمون به بغداد رسید، یحیی بن معاذ را به جنگ با بابک فرستاد. سرداران دیگر به ویژه عیسی فرزند محمد فرزند خالد از اینکه مأمون یحیی را برای آنان برای جنگیدن با بابک برگزیده و نازش شکست دادن بابک را به او داده است، در دل به او رشک بردند. در عوض یحیی گردنی افراشت، در حالی که از نازش و سربلندی به هیجان آمده بود و رنگ چهرهش به سرخی گراییده بود، در برابر خلیفه کرنشی کرد و گفت من در خدمت آماده و به زودی زنده یا مرده این خیر سر را به پیشگاه خلیفه خواهم انداخت. مأمون از جای برخاست و در حالی که از تالار بیرون می رفت گفت گمان می کنم با 10-15 هزار تن مرد جنگی بتوان کار را پایان داد، ولی با این سخن باید بدانید که شمار فرزندان زیر فرمان یحیی قبلا به او ابلاغ می شود و اگر نیاز داشته باشد ممکن است اضافه تر بکنی. و سپس به اندرون رفت. یک هفته پس از این نشست، سپاهی تا دندان در جنگ افسار فرو رفته با اشتران بارکش و اسبان تیزتک و عرابه های انباشت از خاروبار و سازبان و راهی آذرآبادگان شد و نزدیک به یک ماه پس از آن به استان یاد شده رسید. بابک که از چند روز پیش به یاری خبرچینان خود از آمدن نیروهای تازی به فرماندهی یحیی فرزند معاذ آگاه شده بود، بیدرنگ یاران خود را فرا خواند و گفت با نگرش به وضع جغرافیای منطقه‌ای که پیرامون شهر زهرکش بوده است، بدانید که ما میدان جنگ با سربازان دشمن را در دشت پیرامون شهر قرار خواهیم داد. آنگاه برنامه جنگی خود را برای آنها باز کرد. بابک افسود اکنون دیگر زمان جنگ و گریز و شبیخون زدن و واپس نشستن گذشته است. اکنون که آگاه شده ایم بیش از 15 هزار سوار جنگی با نیزه و شمشیر و سپر، در حالی که شتران و عرابه های فراوانی جنگ افزارهای بیشتر را به دنبال آنها می کشند، به ما در حال نزدیک شدن است. شمار مردان جنگی ما نزدیک به 13 هزار تن است. بر این پایه می توانیم با آنها جنگ رویاروی داشته باشیم و کم داشت سواران خود را با دلیری بیشتر و با سودگیری از وضع جغرافیای منطقه جبران کنیم. اینک زمان خونخواهی فرا رسیده تا انتقام خونهای بیگناهانی را که تنها به انگیزه خرمی بودن و دلبستگی به سرزمین پدری به دست این بیابانزاده ها ریخته شده است بگیری. من با 2000 سرباز از دره پشت کوه بس به آنها میتازم و درست هنگامی که درگیر جنگ با آنها بودم و آنها سرگرم جنگ با من بودند، عبدالله نیز با 2000 سوار از بخش شمالی، یعنی دشتی که آنها در کنار شهر قرار دارد، به پهلوی چپ نیروهای تازی فشار می آورند. و زمانی که آنها سرگرم نبرد با ما هستند، فریدون فرزند بهرام با 4000 سوار از پهلوی راست تا
ژرفای نیروهای دشمن خواهد تا و آذین او را راهنمایی خواهد کرد. آگه بابک پس از این بخشمندی لحظه‌ای در چشم‌های سرداران خود نگران نگریست و سپس گفت 3000 تن دیگر را در دره میان کوه بز و کوه زرکش آماده نگه می‌داری تا چنانچه نیاز افتد به میدان بفرستی. فرمانده این 3000 تن نیز با رستم خواهد بود و سرانجام 2000 تن دیگر بازمانده را در درون شهر بر فراز باروها آماده خواهیم داشت تا در صورت حمله آنها به شهر به دفاع بپردازند و ما از پشت سر به آنها خواهیم تاخت. بابک اندکی خاموش ماند و سپس پرسید آیا همگی دانستید که چه کار باید بکنی؟ سرداران هم آواز گفتند آری سردار. آفتاب بامدادی در یکی از روزهای گرم تابستان در سال 2003 هجری قمری تازه بر نوک شاخه های درختان دامنه کوه بز تابیده بود که سواران مغرور تازی با اطمینان به پیروزی آسان و زودرس آوای کوس های خود را بلند کردند و یک باره دامنه کوه و دشت و پیرامون شهر زهرکش از سواران تازی سیاه شد. تازیان میپنداشتند که باید تا آنجا که میتوانند در دامنه کوه و بخش خاوری کرانه دژ شهر پیش برند و سپس از جنوب و خاور شمشیرکش به درون شهر بتازند و دژ فرسوده شهر را در هم بکوبند و هر کس را که اندک پایداری کرد از پای درآورند. غافل از اینکه هماورد دلی بسان شیر دارد و هرگز در پشت دروازه و دژ شهر پنهان نمی شود. هنوز دامنه سپاهیان به کوه نرسیده بود که ناگهان از شکاف دره سواران خرمی به فرماندهی بابک به سان اژدهایی که از کنام خود بیرون آورد در یک ستون گسترده بلند بیرون جهیدن و نبردی هراس‌انگیز در میان تازیان و خرمیان درگره. درست در همین هنگام از بخش باختری میدان یعنی پهلوی چپ سواران تازی عبدالله نوجوان برادر بابک با 2000 سوار تیز رو به نیروهای یحیی تاخت. تازیان که هرگز باور نمی کردن با چنین پایداری و چنان نیروی روبرو شوند دست و پای خود را گم کردند و هنوز نتوانسته بودند که خود را با وضع جبهه تطبیق دهند که فریدون فرزند بهرام سردار دیگر خرمی از پهلوی راست تازیان را زیر شمشیر 4000 تن از سواران خود گرفت. یحیی که در پشت جبهه و در ستاد فرماندهی خود
نگرنده میدان جنگ بود، ناگهان خود را در برابر سر رودخانه خروشان از سواران جنگاور خرمی دید که از سه سوی به یکدیگر نزدیک می شدند و سپاهیان او را زیر فشار قرار داده بودند و جامه های سرخ رنگشان به خوبی مسیر آنها را در میدان جنگ مشخص می کرد. یحیی ناگزیر نیروهای یاریگر و تازه نفس خود را نیز به جبهه فرستاد تا از تکه پاره شدن سازمان جنگی سپاهش پیشگیری کند. بابک نیز دستور داد تا 2000 تن از 3000 تن نیروهای پشت جبهه به فرماندهی رستم به میدان بیایند. جبهه جنگ گسترده و گسترده‌تر می شد و نزدیک به 1 کیلومتر وسعت پیدا کرده بود که در آن پیرامون 10000 سپاهی از هر دو سو به جان یکدیگر افتاده بود. جنگ به گونه سنگدلانه از هر دو بخش جبهه تا شامگاه دنبال شد و در نزدیکی‌های شامگاه نیروهای تازی با دادن بیش از 3000 کشته و به همین اندازه زخمی ناگزیر واپس نشستند و از پرده سیاه شب سود برده در پشت آن جای گرفتند. خرمیان نیز نزدیک به 1000 کشته و 1000 زخمی دادند و فریدون فرزند بهرام سردار خرمی در جنگ کشته شد. بابک پس از سرکشی به زخمی‌ها و بررسی وضع نیروهایش یاران خود را فراخواند و گفت: امروز سرداری دلاور را از دست دادیم، ولی در برابر پیروزی درخشانی را به دست آوردیم و این نخستین آزمون ما از توان جنگ دشمن در نبردی رو در رو بود. این دیگر سپاه تازی بود، این دیگر نماینده و نیروهای کمکی و نیروهای تازه نفس تازی کوتاه نبود، بلکه خود سپاه تازیان بود و خوشبختانه نشان دادیم که مردان جنگ خلیفه چیز مهمی نیستند و اگر شب فرا نرسیده بود می توانستیم یکسره آنها را تار و مار کنیم. به هر روی بامداد فردا آماده باشید، زیرا یا آنها بر ما خواهند تاخت و یا راه بازگشت را پیش بگیرند و در هر دو حال نباید آسودشان گذاشت. ضمناً آذین را به جای فریدون شهید شده به فرماندهی بخش راست برمیگزینم. شنوندگان عزیز من تا اینجا رو داشته باشید تا به دنباله این نبرد سرنوشت‌ساز به هفته آینده بپردازیم. کمتر زشاره چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه. بکشا زمویت گره چنده ایم تا بکشایی گره شاید دل دیوانه، تا بکشایی گره شاید دل در مویت دارد خانه. مجروح گرده چو زنی هر دم شانه، مجروح گرده چو زنی هر دم شانه.
شدنی هر دم شانه. برگی صورت جان کم تر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه. بکشا زمویت گره چندیم، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه، تا بکشایی گره شاید دل دیوانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گرده شدنی هر دم شانه، مجروح گرده شدنی هر دم شانه. در حلقه مویت بست نسیر است، بینم خونین دل این و سر هر دندانه، بینم خونین دل این و سر هر دندانه. برگی سویت جان کم تر زشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه. بکشا زمویت گرهی چندیم، تا بکشایی گره شاید ز دل دیوانه، تا بکشایی گره شاید ز دل دیوانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گرده چوزنی هر دم شانه، مجروح گرده چوزنی هر دم شانه. در حلقه مویت بست نسیر است، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه، بینم خونین دل اینو سر هر دندانه. دل در مویت دارد خانه، مجروح گرده شنوندگان ارجمند. محمد بلخی که بعضی او رو مولوی میخونن یعنی آقای ما، بعضی ها مولانا میخونن، آقای مولوی میخونن یعنی آقای من، مولای من، و برخی میگن مولانا یعنی آقای ما، که به نظر من هر دو اینها بیخوده، برای اینکه ما بنده نیستیم که کسی مولا داشته باشه و آقا داشته باشه. ایشون محمد بلخی یک ایرانی بود که از ایران کوچ کرد، رفت در قونیه در ترکیه کنونی، و البته اون زمان جزء خاک ایران بود، ولی در اونجا ماندگار شد و بعد الان دم و دستگاهی در اونجا داره،
آدم فیلسوفی بود به نظر من، اصولا شاعر نبود، یعنی اونطور که حافظ شاعر بود، اونطور که سعدی شاعر بود، اونطور که فروغی بسطامی شاعر بود، ایشون اون جور شاعر نبود، ولی فیلسوف خوبی بود. خب هر فیلسوفی هم عقیده‌ای داره که بسیاری باش موافقن و بسیاری مخالف. ایشون یک چامه‌ای داره مولوی به نام خدا صحبت میکنه در مورد اونهایی که میرن به دیدن خانه کعبه. میگه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. همین ریزه. گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. اینا مال مولویه. ببخشید مال محمد بلخیه. حاجی به راه کعبه و حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. همطور ادامه میده مولوی، یعنی محمد بلخی، عادت کرده میگه مولوی محمد بلخی، به نظر من خیلی زیباتره. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، تقصیر و گناهش، یعنی آخر سر اینو بهایی، شیخ بهایی عاملی برای ختم این جریان میگه، میگه که تقصیر و گناهش به کریم، به امید کرم توست، یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه. این رو من خود این شعر مولوی رو یا شعر محمد بلخی رو تکرار میکنم که بدونید اسم اصلش اینه، این رو براتون خوندم که میخوام حالا بپردازم به اصل این شاهکار که شیخ بهاءالدین عاملی، یا عامل نیست، عامل مازندرانی، عامل مال جبل عامل در لبنان، چون ایشون ریشش در لبنان بوده، اومده بود در دستگاه شاه عباس. از فرزان خواهش میکنم که برند. در اینجا من یه توضیحی باید بدم. یکی دو شنونده به اتاق فرمان زنگ زدن که آقا این شعری که شما خوندید مال محمد بلخیه، به شیخ بهاءالدین عاملی مربوط نیست و این چامه مال مولویه. ما عاملی یعنی شیخ بهایی این شعری که من براتون خوندم اینو تضمین کرده. تضمین یعنی اومدن گذاشتن بعضی از خطوط شعری به دنبال این مسئله و این رو عنوان میکنه، مثل شهریار که شعر سعدی رو تضمین کرده، میگه که اون شعر معروفی است که میگه که
الان خاطرم نیست، در چون الان در بطن این شعر بودم. این اصل شاعر، شاعر امروزیه. هر یه خط یه مصرع و نیم، یعنی هر سه مصرعی یه بیت و نیمی رو که میگه، اون وقت میاد شعر اصلی اون چهار مصرع رو میگه، که من یه بار یکیشو نمونه میارم شما ببینید. ولی اصل شعر مال شیخ بهاییه. بریم. شیخ بهایی میگه تا کی به تمنای وصال تو یگانه، تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه؟ حالا میره تو شعر مولوی. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زبیانه. ببینید چه قشنگ به هم جفت و جور کرده. اینی میگن تضمین. سه مصرع اول مال شیخ بهاییه، دو مصرع بعدش مال مولوی. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. باز از شیخ بهایی میگه رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخش راکه و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، حالا از مولوی، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یار طلب کردم و او جلوه گه یار، حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. هر در که زنم، هر در که زنم، صاحب آن خانه تویی تو. هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو. در میکده و دیر که جانانه تویی تو. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه.
بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید. بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه نیم من که روم خانه به خانه. عاقل به قوانین خرد راه تو جوید، عاقل به قوانین خرد راه تو جوید، دیوانه برون از همه آیین تو پوید. تا غنچه بشکفته این باغ که بوید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بیچاره بهایی، بیچاره بهایی. شما دقت کنید داره عنوان خودش میگه بهایی، معلومه که این شعر مال شیخ بهاییه. میگه بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هرچند که آسیست ز خیل خدم توست. امید وی از دم به دم عاطفت توست، تقصیر و گناهش به امید کرم توست. یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. هر در که زنم صاحب آخر
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. شنونده دیگری بعضی ها نمیدونم یا عاشق افکارشونن یا اینکه آگاهی ندارن. ببینید اولا شیخ بهاءالدین عاملی در پایان این شعر میگه بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، تخلصشو آورده. بعد میگه کسی اومده میگه این همش مال آقای مال مولویه. یه پرسشی من دارم، مولوی 750 سال پیش بوده، شیخ بهاءالدین عاملی مال زمان صفویه بوده، مال 450 سال پیش، مال زمان شاه عباس بوده، بنابراین 300 سال پس از مولوی اومده بوده. خب مسلماً تضمین کننده شاعر بعد از شاعر قبلی بوده، یعنی اول 700 سال پیش یه نفر یه شعری گفته و بعد این آمده تضمین کرد. من یه توضیح بیشتری بود دادم برای اینکه روشن بشه. اما زمان ما در اینجا بله دیگه به پایان رسید. اول با سپاس از دوست بسیار گرامی فرزان ارجمند به خاطر دقت صحیح دقیقی که در این زمینه های ترانه و انتخاب اون میکنه. دو، سپاس از شما شنوندگان آگاه که اون چه به نظرتون میرسه میگید بله باید گفت تا برخورد عقاید بشه روشن شه، چون به هر حال هر کسی اشتباه ممکنه بکنه. سه، از اونهایی که زمانی از وقت گرانبهای خودشون رو به این برنامه دادن، نشستن گوش کردن و این وقت گرانبها که بازگشت نداره صرف این برنامه شد، با سپاس از همه اینها به یکایک شما شب خوش میگم. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید و باز به همون شعر معروف میپردازم، ایران تو بمان که نور امید آید، اندر دل شب فروغ جاوید فروغ خورشید آید، تاریخ اگر دوباره تکرار شود تازی به طواف تخت جمشید آید. بدرود تا درودی دیگر. راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال‌الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های فارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. شنوندگان عزیز من با پوزش من برگشتم، چیستان رو فراموش کردم بگم، یکی دو نفر تذکر دادن. آن چیز قبای زرد در بردارد، تلخ است ولی طعم چو شکر دارد، زرد است و معطر است کاید به شام، اندام ظریف چون صنوبر دارد. این لیمو شیرینه، لیمو شیرین نه لیمو ترش، لیمو شیرینه، پوستش تلخه ولی خودش طعمش شکره.
با سپاس و پوزش از فراموش کردن. روز و روزگار بر شما.